بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، درود مجدد خدمت شما. کوروش عرفانی هستم در برنامه امروز گفتگوی هفته، برنامه که روزهای یک شنبه ساعت یک بعد از ظهر، گاهی مواقع یک و ده دقیقه، یک و ربع آغاز میشه و اختصاص داره به بحث و گفتگو با یک یا چند شخصیت سیاسی، فعال حقوق بشری، نویسنده، صاحب نظر و فعالان سیاسی در زمینه‌هایی که به حوزه کاری اونها برمی‌گردند. امروز هم گفتگوی خواهیم داشت که تا دقایق دیگر آغاز می‌کنیم، اما قبل از اون اجازه بدید چند مورد رو اطلاع رسانی بکنم. همونطوری که در برنامه شما و اندیشه جناب دکتر افتخاری خدمتون گفتن، وبسایت جدید تلویزیون اندیشه شروع به کار کرده که اگر همکارانم بتونن تصویر اون رو ارائه بدن، میتونید این وبسایت رو در آدرس اندیشه.tv نگاه بکنید و اختصاص داره به مطالب مختلف به طور زنده برنامه پخش میشه همونطوری که دارید میبینید و همینطور آرشیو برنامه ها رو دارید، جدول پخش برنامه ها هستش، بازار اندیشه، بازرگانی و تبلیغات و تماس با ما. اما نکته‌ای که میخواستم خدمتون بر روی وبسایت معرفی بکنم، تکه‌ای هستش که در این پایین اضافه شده، اگر نگاه بکنید تیتری هست تحت عنوان روش‌های مبارزه با پارازیت. اینطوری که به ما خبر دادن، تلویزیون اندیشه در داخل کشور به شدت تحت حملات پارازیتی در واقع حکومت ایران قرار داره و به سختی هموطنانمون در برخی از مناطق موفق به گرفتن تلویزیون اندیشه میشن، که البته طبیعی هم هستش، برای اینکه جمهوری اسلامی میدونه که آگاهی و اطلاع رسانی دشمنش هست و به همین دلیلی که تمام تلاش خودشو داره میکنه. به هر روی یکی از هموطنانمون زحمت کشیدن و راه‌های مبارزه کردن با پارازیت رو فرستادن. ما چون خودمون در محل نیستیم که ببینیم به طور مشخص چیه موضوع، نمیتونیم قضاوت در مورد صحت و سقم این راه‌های پیشنهادی داشته باشیم، اما به نظر میرسه که با توجه به تجربه‌ای که از قبل هست، که مطالبیه که میتونه کمک بکنه به شما عزیزان در داخل کشور برای مقابله کردن با پارازیت هایی که بر روی تلویزیون اندیشه ارسال میشه. به همین دلیلی که از شما هموطنان عزیز میخوام که در داخل کشور یا اگر در خارج هستید، برای هموطنان داخل کشور این مطلب رو، راه‌های بسیار ساده مبارزه با پارازیت رو، بر روی وبسایت تلویزیون اندیشه پیدا بکنید و اونها رو ارسال بفرمایید برای هموطنانمون در داخل، تا شاید راهکاری در این زمینه بتونن هموطنانمون پیدا بکنن که کمتر در معرض این پارازیت ها باشن. از هموطنان داخل کشور تقاضا میکنیم که به ما اطلاع بدن، در مناطق مختلف، ساعت‌های مختلف به ما اطلاع بدید که وضعیت دریافت تلویزیون اندیشه چگونه هستش، تا ما بتونیم از لحاظ تکنیکی و فنی آنچه را که میسر هست بهتر انجام بدیم. نکته دیگری که هست در رابطه با به راه افتادن کانال یوتیوب اندیشه هست که شما عزیزان میتونید برنامه های ما رو در این قسمت تحت عنوان اندیشه تیوی چنل اندیشه پیدا بکنید، همونطور که اسم اون رو اینجا میبینید، و تمام یوتیوب های ما که برنامه های مختلف تلویزیون اندیشه هست به تدریج داره گذاشته میشه و سیستمی رو ما درست کردیم که این برنامه ها رو به صورت اتوماتیک در واقع قرار میده. بنابراین از این پس میتونید خیالتون راحت باشه که برنامه های مختلفی رو که در تلویزیون اندیشه میبینید، البته منظورمون برنامه هایی که به صورت تجاری هست نیست، اونها رو ما بر روی یوتیوب نمیذاریم. کسانی که پول میدن، ساعت میگیرن، در واقع مسئولیت برنامه خودشون رو دارن. اینها برنامه‌هایی هستش که به نوعی تولید تلویزیون اندیشه محسوب میشه و ما اونها رو بر روی یوتیوب قرار میدیم و شما عزیزان میتونید دسترسی داشته باشید و از اون استفاده بفرمایید. فیسبوک ما هم راه اندازی شده که اگر به صفحه فیسبوک چنل اندیشه مراجعه بکنید میتونید اینها رو اونجا داشته باشید. در مورد ساعات پرسیده بودید هموطنان عزیز، به خصوص به طور مثال ساعات پخش برنامه های مورد علاقتون، در روی وبسایت جدول پخش برنامه ها شنبه، یک شنبه تا جمعه همه رو تقسیم بندی کرده که شما عزیزان میتونید اطلاع پیدا بکنید از ساعت
دقیقی که این برنامه ها پخش میشه و به این ترتیب به ترتیب روز و ساعت ببینید که چه برنامه هایی قرار است پخش بشه و ما این رو به طور مرتب روزآمد میکنیم تا شما هموطنان گرامی بتونید از اون با اطلاع باشید و تصمیم بگیرید که چه برنامه ای رو مایل هستید تماشا بکنید. و اما یادآوری بکنم که جشنواره‌ای هم بود که از ما خواستن اطلاع رسانی بکنیم و چون فعالیتی فرهنگی ما اطلاع رسانی کردیم. جناب افتخاری روز جمعه در واقع این رو معرفی کردن. آخرین روز این جشنواره تیرگان که در کانادا برگزار میشه امروز هستش. در وبسایت www.tirgan.ca مخفف کانادا هست میتونید به اصطلاح ببینید برنامه های مختلفی رو که بوده و برنامه های امروز که همچنان تا ساعتی دیگر ادامه دارد رو اگر مایل هستید که در اون شرکت بکنید. هموطنانی پرسیده بودن که ساعات پخش برنامه جناب حسن خیاط باشی شبکه صفر کی هست؟ همونطوری که عرض کردم با مراجعه به اصطلاح وبسایت ما و رفتن به روی روزهای پنجشنبه، شنبه و یک شنبه میتونید از ساعات دقیق اون اطلاع پیدا بکنید. در برنامه آخرشون ایشون یک آگهی طنز داشتن که بسیار مورد استقبال قرار گرفته و بنابراین بد نیستش که این آگهی رو که یک پیام خیلی روشنیه برای سران نظام جمهوری اسلامی اون رو با هم خواهیم دید، برخواهیم گشت و گفتگوی خودمون رو با میهمان برنامه آغاز خواهیم کرد. اگر این آگهی شبکه جهانی خیلی صفر آماده است اون رو ببینیم، برگردیم و برنامه رو برای گفتگو ادامه خواهیم داد. مهمان امروز من مهمان عزیزی است که حتما همه شما میشناسید و به احتمال خیلی زیاد حرف‌ها و گفته‌های بسیاری داره برای ما. من تلاش خواهم کرد که امروز در واقع بحثی رو با ایشون آغاز بکنم و اگر ضرورت داشت ادامه پیدا می‌کنه برای هفته‌های آینده. اگر این میان پرده آماده هست ببینیم و برنامه رو ادامه بدیم. قابل توجه سران رژیم، اگر قرار است جان به جان آفرین تسلیم کنیم، ما مرحله عبور شما از پل صراط را تضمین کردیم. برای آمادگی در برخورد با نکیر و منکر شما نیاز به نامه اعمال دارید. برای عبور از پل صراط نیاز به راهنما دارید. برای ورود به بهشت و به آغوش کشیدن حوریان نیاز به جواز ورود دارید. ما اینها را برای شما پیش بینی کردیم. کفن جیبدار ساخت کربلا، منتها شده در شهر مقدس قم. کفن جیبدار برای نخستین بار با جیب و جای لازم جهت قرار دادن نامه اعمال، راهنمای گذر از پل صراط و جواز عبور به بهشت برین. برای سفارش کفن جیبدار هر چه سریعتر و قبل از فوت و موت با ما تماس بگیرید. توجه، این امر مهم را به دیگران واگذار نکنید. و راست معمولاً تره برایتان خورد نمی کنند. خودتان به سرعت اقدام کنید. تلفن تماس بعداً اعلام خواهد شد. با درود مجدد خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، برنامه گفتگوی هفته رو میبینید. به بخش دوم برمیگردیم و گفتگوی خودمون رو آغاز میکنیم. مهمان گرامی برنامه امروز ما جناب منصور اوسانلو هستش، فعال شناخته شده کارگری که فکر میکنم در سطح جهانیشون به عنوان یکی از چهره‌هایی باشه که به عنوان یکی از نخستین تلاشگران تشکل‌دهی کارگری در سالهای اخیر در سراسر جهان در محافل کارگری، سندیکایی و سیاسی شناخته شده هستند و حرف‌های بسیاری دارن برای گفتن که مطمئناً امروز فرصتی است برای اینکه این حرف‌های بسیار مهم، اساسی و حیاتی رو با هم دیگه آغاز بکنیم. جناب منصور اوسانلو عزیز، اگر صدای من رو دارید خدمت شما درود میفرستم و سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. سلام، تشکر میکنم. زنده باشید. صدای شما رو دارم، فقط یه تدافعی در صدا هست که نتیجه نمیدونم تصویرتون من روشن و واضح میبینم. بله،
من از اتاق فرمان تقاضا میکنم که یک بار ارتباط با آقای اوسانلو رو قطع و وصل بکنن. معمولا این قطع و وصل صدا به دلیل مشکلات تکنیکی هستش که با برقراری ارتباط مجدد میشه اون رو رفع کردش. امیدوار هستم که تصویر ایشون رو البته ما بسیار خوب داشتیم ولی صدای ایشون قطع و وصل میشد. امیدوارم این بار بتونیم صدای ایشون رو هم با کیفیت خوب داشته باشیم. جناب اوسانلو عزیز، صدای ما رو دارید شما؟ شفاف تصویرتون قطع داره. بسیار خوب. من سپاسگزاری کردم از حضورتون برای شرکت در این برنامه، برای اینکه میدونم شما مشغولیات فراوانی دارید در حال حاضر و فرصت چندان ندارید، اما با این وجود اومدن شما به این برنامه برای من بسیار مغتنمه و مطمئنن چنین خواهد بود برای بینندگان ما که بتونن از آنچه که شما برای گفتن دارید استفاده بکنن. جناب اوسانلو اجازه بدید که با یاد برادر گرامی شما آغاز بکنیم، افشین اوسانلو. اگر همکارم لطف بکنه این تصویر رو ارائه بدن. این تصویر تصویر زنده یاد افشین اوسانلو هستش که همونطوری که این اسلاید نشون میده تاریخ تولد ایشون رو میتونیم ببینیم. افشین اوسانلو، برادر کوچک منصور اوسانلو، متولد سال 1350 بود و فقط 42 سال عمر کرد. برای اینکه نظام جمهوری اسلامی به نظر میرسه که بیشتر از این تحمل فردی مثل وی رو نداشت. در پوستر زیبایی که فعالان اجتماعی بر روی اینترنت گذاشتن، در این پوستر جمله زیبایی رو در اون بالا میبینیم که به نظر من گویای زندگی، شخصیت و مبارزه کسانی مثل افشین اوسانلو هست و اون که تو نمیدانی مردن وقتی که انسان مرگ را شکست داده است چه زندگی است. بسیار زیباست و به نظر من گویای پیام عزیزانی مثل افشین اوسانلو هستند که من شخصا همیشه در برنامه ها از اونها به عنوان نمادهای شرافت انسان ایرانی نام میبرم. جناب اوسانلو عزیز، چند دقیقه وقت در اختیار شماست تا آنچه را که بر دل دارید در مورد افشین اوسانلو عزیز بگید. تشکر میکنم هم از شما، هم از بیننده هاتون، هم از کسانی که این فرصت رو در اختیار همه ما قرار میدن که یک صدای مستقل و آزاد و دموکراتیک به گوش مردم ایران برسه در بین این همه هیاهوهایی که واقعا بعضی هاشو خود من گیج میشم، تشخیص نمیدم چی میخوایم بگن و چی به کجا میخوان برسن. بله. افشین خب برادر کوچکتر من بود، حدود 12 سال از من کوچکتر بود و بعد از فوت پدر من اون موقع 13-14 ساله بود افشین، خود به خود تعادل زندگی خانوادگی ما برهم خورد. چون افشین کوچکترین فرزند خانواده بود، بیشترین لطمه رو دید، به قول معروف تتاقاری خانواده بود، اینه که خب نسبتاً از محبت بیشتر پدر و مادرم بهره‌مند بود به لحاظ اینکه خب تو خونه بود، ماها بزرگتر شده بودیم، درس، کار، زندگی مشترک رو با شروع کرده بودیم. بله. ولی میتونم بگم به لحاظ هوشش، استعدادش، تیزهوشیش، علاقه‌مندیش به مسائل فنی و تکنولوژیکی، یاد گرفتن خیلی مسائل فنی، کار کردن توی زندگی که به ناچار بعد از فوت پدر خیلی زود درگیر شد. برای ما یه خانواده کارگری بودیم، خب خانواده کارگری هم مجبور موقعی که اون پناهگاه اصلی که پدر هست و اون زمان هم خب که تو جامعه ما زنها مثل الان هنوز درگیر اشتغال و حضور در میدان اقتصادی زندگی نبودن، خب بیشتر مادرها، همسرها، خانه‌دار بودند و طبیعی است که موقعی که یک خانواده پدرشون هم یه پدری مثل من که خودش مبارز بود، سندیکایی بود، بارها توسط ساواک دستگیر شد، به زندان رفت ولی خیلی زودم آزاد شد و برگشت. یعنی هیچ کدوم از زندانهایی که پدر من رفت و هیچ کدوم شباهتی به زندانهایی که خود من، حتی افشین و بسیاری از مبارزان، زحمتکشان، کارگرا، روشنفکرا رفتن نداشت. نهایت چند هفته یا چند ماه بالاخره با یه مقداری بالاخره گوشمالی هایی که آقایون ساواک متاسفانه
فکر میکرد داده به یک کارگر مبارزی که جرأت کرده مثلا در سال 56 جلوی دکتر اقبال بیسه توی یک کنفرانس سندیکایی و بحثی رو پیش ببرن که همون موقع بعدا شریف امامی اومد و یه افزایش حقوق خیلی زیادی همه کارکنان قبل از پیروزی انقلاب پیدا کردند، در این اندازه ها تمام میشد. این هستش که خب ما توی خانوادهمون از آغاز به جز پدر من، دایی‌های من، به خصوص یکی از دایی‌های من، نمیدونم پسر عموهای پدرم، پدر بزرگ من و برادرهای بزرگتر پدر بزرگ من به نوعی درگیری با خانها و ایلیاتی ها داشتن. یکی دوتا کتابی که از پسر خالای من در این باره نوشته به شکل رمان‌های کوتاه تو ایران موفق شدیم بالاخره با زحماتی خودش کشید چاپ شد. این است که یک جور ریشه مبارزه با ظلم و ارباب و ستم و ستمگر و درگیر شدن با حتی تو مدرسه و دبیرستان و اینا هم به نوعی ما تو سنین نوجوانی و جوانیمون عادت کرده بودیم و پیش اومده بودیم. روح شاد ابو طالب راهچمنی یکی از بچه محلای ما بود که تو جبهه شهید شد. بله. اون و چند تا از دوستامون تا یادم میاد تو مدرسه ابتدایی گروهی درست کرده بودیم 13 نفر شده بودیم به یاد فیلم 12 مرد خبیث که بچه بودیم دیده بودیم. بله. هر کسی که بچهای مدرسه مثلا میدیدیم پولدارتره یا وضعش خوبه یا میتونه یه چیزایی رو بخره این ور اون ور، بچه بودیم دیگه 12 11 ساله. بله. با هم دیگه جمع میشدیم سعی میکردیم از اونم یه چیزی بگیریم واسه بچه‌هایی که هیچی نداشتن، مثلا میگم آقا تو دو تا ساندویچ داری می‌خوری، خب یه تیکش هم بکن بده به این. بله. به یه روی افشین هم خب توی این محیط بود، یه جور روی اعتراض تو خانواده ما بوده بین هممون. من برادر دیگه‌ای دارم، او هم در دهه 60 ستم کشید، عذاب کشید، به زندان رفت چند سال، 16 سالش بیشتر نبود. و خب پدر و مادر من اون موقع که ملاقات او می‌رفتن توهین‌های زیاد می‌شنیدن. ربس دهه 60 خب همه می‌دونن چه دهه تلخ و زجرآوری برای مبارزین اول انقلاب و قبل از انقلاب بود که متأسفانه تمام آنهایی که انقلابیون واقعی بودند متأسفانه به نام ضد انقلاب از دست دادیم. ما بسیاری از اونها رو و عده‌ای مثل من که الان به ناچار جلای وطن کردم و همین الانم هم دلم می‌خواد یک سر سوزن تعهد بین‌المللی جمهوری اسلامی بده من برمیگردم هر محاکمه میخواد منو بکنه حاضرم بشم، ولی مثل اصل 168 قانون اساسی خودش یعنی علنی با حضور خبرنگارا، حضور مردم و وکلای مدافع و قانونمند، اون چیزی که در همه دنیا اعلامیه جهانی حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی قضایی روش حکم میکنه. بله. برافشین در چنین محیطی خوب رشد کرد، با اون فشارهای زندگی ما دوچار برخی از مشکلات اجتماعی که بسیار از جوانان بعد از جمهوری اسلامی شدن شد، مجبور شد بره کار، به خصوص رانندگی شرکت واحد مدتی کار کرد. و بعد قبل از اینکه سندیکا هنوز با این شکل پا بگیره سال 82 ایشون و یه برادر دیگه منو به یه نوعی از شرکت واحد اخراج کردن چون متوجه به اصطلاح فعالیت‌های سندیکایی شدن و کم کم اون گروه‌های دو سه نفره پنج نفره سندیکایی داشت شکل می‌گیره و ایشون چون به اصطلاح قراردادی بود بعد یه تصادف سنگین داشت به همراه تعداد دیگه از کارگرا، همون موقعی که ما تازه به شکل هیئت مؤسسی که اعلام هم نشده بود فعالیت میکردیم تو جلسات میومد، اخراجشون کردند و به یه نوعی وادار به استعفا. حتی در نامه‌ای که از خودش که از داخل زندان داد اومد بیرون یه قسمتی از مسائل رو اشاره کرده. بله. و بعد از اونم که مجبور شد بره راننده بیابونی بشه، خب گواهینامه پایه یک داشت توی ترمینال ها و پایانه های مسافربری و به اصطلاح پایانه های باربری تریلی و کامیونینا به عنوان راننده کمکی کار میکرد. چند بار خب بار داشت یا مسافر داشت به عنوان راننده کمکی خارج از کشور اومده بود و برگشته بود. اینا مربوط به دوران است که دیگه من زندان رفته بودم و بعد از مرحله دوم بازگشایی دفتر سندیکا بود که ما در خیابون ابوریحان با کمک یکی از وکلای برجسته مردمی که دفتر خودشو در اختیار ما گذاشت در خیابون ابوریحان و مدتی ما تونستیم دفتر دوم سندیکا رو سال 86 بعد از اینکه من از سفر کنگره برگشتم بازگشایی کنیم. افشین اونجا هر روز پیش من بود و هر روز از صبح تا شب اتوبوس نداشت، می اومد کارهای سندیکایی رو با من انجام میداد و بعد از ظهرها و غروبها و موقعی که اطلاعیه و اعلامیه داشتیم یا کتابای دانستنی های سندیکای مرحوم حسین سمنانی که یکی از
ریشه ای کتابا برای آموزش‌های سندیکالی برای کارگران ایران است، چون خود ایشون هم یک سندیکالیست بود و از کودکیش کارگری کرد و از دهه 20 تا دهه 80 که جانشون رو از دست دادند تمام اون آموزش‌ها و چیزایی که یاد گرفته بود به شکل عملی در این کتاب جمع‌آوری کرد که این کتاب خیلی نقش مهمی در کنار قانون اساسی، قانون کار، مقابل نامه بین‌المللی داشت و ما اینا رو در آموزش‌های سندیکایی به کار می‌بردیم. خب افشینم خلاصه شده از اینا رو که مثلا توی دفتر سندیکا من جمع‌آوری می‌کردم می‌برد و با راننده‌های بیابونی و همکاراش یکی دوتا در اون مسئله بیمه شدن ها که اون موقع مشکل بود یا اینکه کارشون دائمی نبود و اینکه موقعی کار ندارن چطوری زندگیشون رو بگذرونن کم کم تشکل‌های هیئت مؤسس سندیکای رانندگان بین شهری یا میان جاده‌ای رو داشتن ایجاد می‌کردن. به اون دفتری که عرض کردم خدمتتون ما نزدیک 15-16 تا هیئت مؤسس تونستیم در یه مدت کوتاه شاید کمتر از یک ماه رو سازمان بدیم، چون من از سفر کنگره های اتحادیه کارگری برگشته بودم بازتاب امیدبخش و وسیع در بین کارگرها داشتیم بود. که از اغلب صنوف پیش ما میامدن از جمله آقای مهدی شاندیز که همین الان در زندان هستن و یکی از فعالین کارگری بودن که یه بار دیگه هم به خاطری که برای آزادی من در ترمینال افسری امضا جمع میکرد گرفتن به زندان بردنش و ایشون هم عضو هیئت مؤسس سندیکای معلمین حق و تدریسی بود که در همون دفتر هم موقعی که افشین میومد ایشون میومد. چند تا از خانم های بودن که در صنف خیاطی اینا کار میکنن تو لاله‌زار اخراج شده بودن اینها آمده بودن. بخوام بگم یعنی تو در همون مدت کوتاه امیدی که اومده بود و کارگرا شنیده بودن که یک سندیکای اینجا تشکیل شده، دفتری است که مال خودشونه و خودشون میتونن بیان اونجا بشینن حرفاشون رو بزنن، درد دلاشون رو کنن، راه حلا رو پیدا بکنن. خوشبختانه با همون فرصت کم من این افتخار رو میتونم داشته باشم بگم که تعداد بسیار زیادی اونجا اومدن، از جمله چندین نشریه خوب همون موقع با کمک دوستانی که الان در کانون مدافعان حقوق کاری با ما همکاری میکنن و میکردن پیدا شد که مثل بعد از روزنامه جامعه بود که آقای دکتر آشوری در آورد و بعد از اون مثل نگاه نو که اینا کار کارگری رو مبنای خودشون قرار دادن و اندیشه های سندیکایی و کار جمعی و تشکلیابی رو در این مجله ها گسترش میدادن و خب اون مجله ها هم افشین و امثال او که توی هیئت مؤسس بودن چند تاشو در ماه میبردن و به راننده و کارگری دیگه میدادن. بعدم که من تو زندان بودم متاسفانه که این خبر دستگیری افشین رو شنیدم که بعدن که تونستیم از زندان، من سال خرداد 90 اومدم بیرون تحت اون مسائل بین المللی و فشارهایی که نهادهای کارگری و سازمان آیلو آورد و وزارت کار مجبور شد تعهد بده من بیام بیرون، تونستیم بیمارستان به اتفاق همسرم افشین رو از زندان اوین، نامایی که خود دکترها داده بودن از زندان اوین به خاطر قدهی که زده بود پشت کتفش، شاید به خاطر شلاقای زیادی که خورده بود اون موقع از اون 40 روز و یک ماه اول بازداشتش که همه ما بیخبر بودیم و خانواده هم بیخبر بود چون راننده جاده بود، همه فکر میکردن خب طبق معمول به یه کشور دیگه یه شهر دیگه مسافر رو بار یا دو برده وقت بیخبریم، کسی نمیدونه زندان اون ماهای اول تا که از 209 آزادش کردن اومد 350 بعد از اون اولین تلفن رو زد و خانواده خبردار شد که این ماها زیر شکنجه بسیار شدید بوده و در زندان اوین و یک ماه هم زندان سنندج بوده، قپونی اونجا بهش زدن، سه بار آفزونش کرده بودن که اعتراف کنه، با گروه های مسلح کرد مثلا پژا یا کومله اینا همکاری داشته که همچین چیزی نبود و همچین اعترافاتی هم نداده بود و زیر فشار چه چیزهایی به زور شاید گرفته باشن نمیدونم، ولی خودش بلا فاصله که به بند عمومی اومد و اونجا تونست فرصتی بکنه و لایحه دفاعیه برای تجدید نظر بنویسه با کمک دکتر سیفزاده عزیز که الان در زندان هستن و از کانون مدافعان حقوق بشر و من به همه اینا خودم رو و کارگرانی رو که این وکلا خدمت کردن بهشون در دادگاه‌های اداره کار و دادگاه‌های مختلف مثل دیوان عدالت اداری مدیون میدونم که ایشون در همونجا به افشین کمک کردن و یک لایحه دفاعی نوشتن که اگر از بند اطلاعاتی هم در این پرونده از زیر شکنجه شدید بوده و این شکنجه ها باعث شده ممکنه من چیزی نوشتم، ولی به هیچ وجه زیر بار این که مثلا کار سندیکا یا سندیکای شرکت عبادی یا سندیکای
کارگری مثلا جنگ مسلحانه را انداخته یا بمب گذاری بکنه یا مسلح بشه دروغ است و اینا چیزایی بود که در طی اون شکنجه فهمیده بودن. خوبشون برادر من از خودشم نگاه فعال سندیکایی و کارگری و تشکیلاتی داره فشار زیادی روش آوردن که ازش این اعتراف ها رو بگیرن مثلا مصاحبه بگیرن که خب تا اونجایی که تونست در حد توانش به عنوان یک انسان وظیفه مند خب چنین چیزایی نداد. بعدم که من شنیدم از دوستانش و برای من روی فیسبوک خیلی پیامای چی بگم از شجاعتش و از استادگی هایی که کرده بود تو بند حتی با مسئولین بند 350 چند بار درگیر میشه به خاطر زندانی های دیگه که برای من فرستادن اینا رو فیسبوک هم بعضی از خاطرات و بعضی مطالب زیادی نوشتن از جمله خب یکم مستندترینش میتونم بگم دستخط حشمت تبرزدی عزیز که از زندان فرستاد و خیلی از سایت ها ماهواران بهش اشاره کردن از هم نشینی که با من داشته و بعد از من با افشین که بعد از من به زندان رجای شهر بردنش چون در زندان اوین استادگی میکرد و از اوقع زندانی ها و خودش به نوعی دفاع کرده بود و حتی با بعضی از زندانی خبرچین یا مالا تو زندان اونا که زندانی بودن میدونن گاهی ما یه زندان درگیری های داخل زندانی ها با هم داریم که بعضی زندانی ها خیلی بدتر از زندانبان ها میشوند به خاطر ناآگاهی خودشون یا منافع شخصی کوچیک خودشون برای یه تلفن برای یه مرخصی برای یه ملاقات مثلا حضوری یا شرعی تن به چه کارهایی میرن که خود منم حتما نخواهش شنیدین دیگه دو سه دفعه تو زندان رجایش هم مورد حمله به خسته قتل واقع شدم که شکایت هاشو کردم و شکایت از مسئولین زندان به خاطر خیلی مسئولی که تازه یه سال زندانم به خود من تو زندان رجای شهر اضافه شد همون موقع زندان رجای شهر به یک نوعی یک زندان فوق امنیتی است برای هم ساکت کردن و هم نابود کردن بی سر و صدای زندانیان بله. چه زندانی های سیاسی و کارگری و چه زندانی های عادی یعنی زندانی عادی شجاعی ما داریم که به واسطه فقر طبقاتی و مشکلات اجتماعی به زندان و به کار مثلا میگن خلاف کشیده شده. من در زندان رجای شهر با زندانی های روبرو شدم که زندانی عادی بودن ولی به عنوان سارق مسلح یا بانک زن بانک ها رو زده بودن یا ماشین های حمله پول رو زده بودن یا به طلا فروشی حمله کرده بودن یا باند من نمیخوام از اونا دفاع بکنم خلاف خلافه اما مسئله اینه که کدوم زمینهای اجتماعی اون انسانها رو وادار به اون کارهایی با اون شدت عمل که میدونستن مرگ پشتش خوابیده و کمتر از اون نیست به عنوان یک اقدام مسلحانه تو جمهوری اسلامی ولی دست به این کار میزه و عموما هم جوان بودن شاید به زحمت بالای 35 سال داشتن کسانی که این جرائم کرد یعنی همشون متولدین یا به نوعی تربیت شدگان خود جمهوری اسلامی بودن. افشین هم در زندان اوین بعد از اینکه اینو مقاومت‌ها رو میکنه تبعید میشه به زندان رجای شهر و در زندان رجای شهر هم خب قبل از اون چون منم اونجا بودم دوستان بودن در کنار اونها قرار میگیره و محبت اونها شامل حالش میشه خودش هم در حدی که میتونه سعی میکنه مطالعه میکرد یادداشت برداری میکرد سعی میکرد بخواه سالم خودش رو نگه داره روحیش بالا رفته بود. تو فیسبوک من دوستای عزیزش مثلا مثل سام که یه یادداشت مفصلی نوشته و گفت من یه خاطرات دارم می‌نویسم شاید به شکلی کتابچه از افشین چون افشین تاثیر زیادی رو بخش زندانه خیلی جوون بچهای مثلا چپ دانشجویی حتی داشت که یکیشون برای من نوشته حتی می‌خواسته خودکشی کنه که افشین مانع خودکشی اون میشه با گفتگوهایی که باهاش میکنه و روحیه مبارزه و مقاومت بهش میده. البته نگاه متفاوته در همون زندانم هم کسانی بودن که با یادداشت نوشتن به مسئولین زندان سعی میکردن که مثلا یک مسئله قانونی رو در زندان پیش ببرن ولی متوجه نبودن نامه‌ای رو که برای مسئول زندان مینویسی عملا داری بر علیه یه زندانی دیگه مینویسی و این کار با یه قانون مداری بیرون از زندان تأثیرش در روحیه زندانی ها که همراه ما هستن خیلی متفاوته. این است که من همه اینا رو از ضعف آموزش ندانستن بسیاری از حقوق خودمون ندانستن حقوق شهروندی در درجه اول حقوق انسانی و حقوق قانونی حقوق مدنی تا ما این آگاهی ها رو به عنوان انسان نداشته باشیم خودمون خود من اولیش بسیاری از مسائل رو از راه درستش به حلش نمیتونیم بپردازیم. به هر حال افشین به نظر من جان خودش رو به این خاطر از دست داد که وارد این راه شد یعنی کم کم یاد گرفت که باید حقوق خودش رو بشناسه اگر حقوق خودش رو شناخت و از حق خودش دفاع کرد
خود به خود به حقوق دیگران احترام بذاره و از حقوق دیگران هم دفاع بکنه، حقوق دیگری پایمال نشه تا جایی که میشه، و بعد در کنار اون به یک حقوق اجتماعی وسیع ما برسیم و داوطلبانه به این نقطه برسیم که اگر این حقوق فردیمون رو در کنار هم قرار بدیم تبدیل میشه به یک حق و مبارزه اجتماعی بزرگ. و اون وقت هر حکومتی باشه فرق نمیکنه اسمش چی باشه، چون این حقوق فردی رو آگاهانه داوطلبانه در کنار هم قرار دادیم، این تبدیل میشه به یه سلسله زنجیر قدرتمندی که هر حکومت رو وادار میکنه که به این حقوق و به این انسانها توجه بکنن. این هستش که شاید به نوعی افشین جان خودش رو در راه همین فهمیدن حقوق کارگری، حقوق انسانی، حقوق بشر و کردار اجتماعی و به نوعی همون چوبهایی که تو بچگیمون داستانی بود، اون پیرمرد قبل از مرگش پسراشو جمع کرد، بله، چوبها رو بله. یکی یکی موقعی رو هم گذاشت داد دستشون، نتونستن بشکنن. و فکر میکنم این چیزی که جمهوری اسلامی از همون آغاز تولدش با شدیدترین وجهی باش برخورد کرد همین بود. یعنی هر جریانی که قابلیت اینو داشت که یک تشکیلات حزبی، تشکیلات سندیکایی، تشکیلات مردمی، نهاد NGO حتی در حد دفاع از حقوق زنان، دفاع از حقوق کودکان کار، دفاع از حقوق انسان‌ها به هر عنوان، حتی مثلا بیماران مثلا روانی توی بخشی، حالا من نمی‌خوام چه تو جزئیات بیام، هر چیزی که جنبه تشکل پیدا می‌کرد و می‌تونست به یه نوعی مردم رو دور هم جمع کنه و یه قدرتی در کف جامعه ایجاد بکنه که این قدرتی که در کف جامعه ایجاد شده از پیوستن به همدیگه خود مردم عادی ولی به شکل سازمان یافته و آگاهانه، که این به آموزش احتیاج داره و کار میبره، اما اگر شکل بگیره به این راحتی دیگه نمیشه از صحنه و سپهر سیاست و اجتماع حذفش کرد. خب این اتفاقی است که ما میبینیم حتی سندیکای شرکت واحد که خب خود من بیشتر زحمت ها رو برای پا گرفتنش در کنار بقیه رفقامون، هیئت مؤسس سندیکای کارگری، پیشکسوتا، کارگرای قدیمی تر از ما، شرکت واحدی ها و صنوف دیگه که به ما آموزش دادن و ما از اونها یاد گرفتیم و دست به دست، حالا اگه چیزی ما پیدا کردیم باید به دیگران یاد بدیم و در کنار هم دیگه تغییر اجتماعی رو از کف جامعه و از درون خودمون، خود ما مردم ایجاد کنیم. افشین جونش رو این موضوع گذاشت و اگر هم به بیمارستان نبردنش یا بردنش یا قبل از رسیدن بیمارستان فوت شد یا بعد از رسیدن بیمارستان فوت شد، با اخبار و اطلاعات پراکند و غلط و درستی که به خانواده من دادن، مادرم، خواهرم در مصاحبه‌هاشون گفتن، رفقای افشین از داخل زندان در نامه‌هایی که دادن، دوستانم که در زندان اوین نامه دادن و مورد حمله و تعرض از همین دیروز و پریروز واقع شدن که بهنام بهترین تعریف رو کرد از چه بلای سر دوستان ما همین در زندان 350 همین از دیروز آوردن، از پریروز آوردن و ادامهش خبراش هم منتشر شده. بله. شاید به یک نوع حکومت داره کسانی رو که در افشاگری قتل‌های بی صدا یا دراتر به جای یک اعدام لحظه‌ای یک اعدام طویل المدت بیمار کردن آدم ها مثل محسن دگمچی، مثل کرمه خیرآبادی یا دار زدن دیگران، این هستش که این وضعیت افشین رو جدا از وضعیت دیگر زندانی ها و دیگر مردم ایران نمیشه بررسی کرد. افشین به عنوان برادرم، عزیز تنم بوده، عزیز دلم بوده، ولی به عنوان یک همرزم من، یک رفیق جوان من و مثل بقیه زندانی هایی که در ایران، نه فقط زندانی سیاسی یا فعال کارگری، حتی زندانی های عادی که به همشون قربانی شرایط ناعادلانه اجتماعی هستند میدونم و آرزو میکنم همونطور که مادرم و خواهرم گفتن چنین مرگهایی حداقل موقع با این سر و صدا منتشر میشه و بهش پرداخته میشه مانعی بشه برای مرگهای دیگر زندانیان، ولی متاسفانه انگار نمیشه. همین دیروز و پیروز باز یه خبری ما داشتیم که پیام فامیلش فکر کنم اسلامیه، 25 همین تیر ماه در بند 6 همون زندان رجای شهر یه درگیری بعدش پیش اومده، بعد اینو بردن جوون انداختن انفرادی، کتک بدی بهش زدن، توهین کردن در حد خیلی زشت، بعدم اعلام کردن که همون شب که ایشونو بردن به انفرادی های زندان رجای شهر همونجا خودشو دار زده. بله. من واقعا مات میمونم، یعنی در عرض شانگون هنوز خبر افشین کهنه نشده، این خبر رو داریم، قبلش کرمی رو داریم، محسن دگمچی رو داریم،
اکبر محمدی رو داریم. اگه بخوام آمار بدیم شاید صدها بشه، من الان آمار دقیق ندارم، ولی خود شما به عنوان یک انسانی که داری تلاش میکنی در کف جامعه در بین لابلای مردم دوستانی باشن کمک کنن، چون شرایط من هنوز شرایط سختیه اینجا، تو شاید پناهجویی هنوز هستم و امکاناتی ندارم، ولی خب سعی میکنم یک دسترسی به اخبار اطلاعات و یک تحلیلی برای خودم داشته باشم به شما بدم. این هستش که شاید طولانی هم شد صحبت من به بهانه افشین، خب من سعی میکنم خودخواهانه نباشه، فقط از برادرم بگم، از تمام این رنج ها و این دردهای اجتماعی و تمام راه حلایی که همه مردم ما، کارگرای ما به خصوص، کارمندا، آموزگارها، پرستارا، همه کسایی که در ازای کاری که میکنن مزد میگیرن و باید به هم بپیوندن در نهادهای خودشون، در سندیکای خودشون، تشکلهای خودشون، تا جلو اینجور مرگها، اینجور زندان رفتنها، اینجور اعدامها گرفته بشه. ده. ممنونم از شما، زنده باشید، سپاسگزارم. به هر حال ما جناب استانلو در تلویزیون اندیشه این قول رو به بینندگانمون دادیم که این رسانه از زمانی که ما مسئولیتش رو به عهده گرفتیم صدای بی صداها باشه و در اختیار کسانی باشه که در واقع از ابزارهای عادی، از ابزارهای قانونی شاید نمیتونن استفاده بکنن برای اینکه فریاد مظلومیت خودشون رو به گوش جهانیان برسونن، به گوش ملت ایران برسونن، و ما در حد خودمون این تلاش رو میکنیم و به همین دلیل که این رسانه قطعا در اختیار مواردی خواهد بود که مورد افشین اوسانلو همونطوری که فرمودید شاید آخرین مورد اون از لحاظ زمانی بوده باشه، ولی قطعا آخرین مورد اون تا زمانی که ما این فرهنگ آدمکشی، فرهنگ انسانکشی بر کشورمون حاکم هست نخواهد بود. و همینطوری که به مورد پیام اشاره کردید، قطعا باید منتظر باشیم ما که فردا، پس فردا، یه هفته دیگه، دو هفته دیگه، باز از درون این زندانهای مخوف جمهوری اسلامی اخباری مبنی بر از دست رفتن این یا آن زندانی به گوشمون برسه، همونطوری که مورد ستار بهشتی بودش. من فکر کنم شما به یک نکته کلیدی اشاره کردید جناب استانو، و اونی که جمهوری اسلامی نسبت به کسانی که حاضر هستن در قبال حقوق خودشون کوتاه بیان و ازش بگذرن چندان مشکلی نداره، به یه شکلی اونها رو تحمل میکنه، ولی برعکس میبینیم فرقی نمیکنه براش که طرف کارگر باشه، پزشک باشه، استاد دانشگاه باشه، دانشجو، جوان، مبارز و غیره. از زمانی که یک شهروند ایرانی نسبت به حقوق خودش آگاه میشه، یک، و دوم برای حفظ اونها تلاش میکنه، به نظر میرسه که برای این نظام تبدیل میشه به دشمن شماره یک در واقع. و شاخصی که شاید ما باید داشته باشیم این استش که آیا واقعا در جامعه ما شمار کسانی که نسبت به حقوقشون آگاه شدن و دارن ازش دفاع میکنن چقدر هستش، و میبینیم که اون بخش کوچکی که به این درجه از آگاهی و جدیت و پایمردی برای حفظ حقوق خودشون رسیدن تو زندان ها هستن. یعنی زندان های رژیم به نظر میرسه انباشته هستش از کسانی که متوجه شدن نباید کوتاه بیان، نبایستی به عنوان انسان یک، به عنوان ایرانی دو، و به عنوان شهروند سه، از این سه تا حقوق به وجود میاره هر سه این خصلت ها، از اینها کوتاه بیان، بیستن، مقاومت کنن. و وقتی مقاومت میکنن میبینید که سر و کارشون میفته با سیاه‌چال های نظام جمهوری اسلامی. و همینطوری که در آخر صحبتتون به خوبی اشاره کردید، در حال حاضر به نظر میرسه برای نداشتن دردسر ضد تبلیغات بین المللی، چون آقای روحانی هم اومده و قرار هستش که یه چهره یه خورده نرمتری از خودشون ارائه بدن، جناب استانلو به جای اعدام علنی و مشخص و مستقیم اینها مثل دهه 60 به طور مثال، یک نوع سیستم اعدام سکوت آمیز رو با همراه با سکوت رو به راه انداختن. این به نظر من یک نوع اعدام خاموشه که در واقع اینا مد نظر دارن چه کسانی براشون دردسر آفرین هستن و باید از بین ببرن، ولی به جای اینکه اعلام بکنن که اینو می‌خوایم ببریمش بالای تیر دار که بخواد انعکاس جهانی و دردسرهای بین‌المللی و حقوق بشری پیدا بکنه، خیلی ساده طرف رو در شرایطی قرار میدن که از لحاظ جسمی و روحی میرسه به مرحله ای که مرگش نزدیکه، و بعد هم شرایطی رو فراهم میکنن از طریق چند تا زندانی نمیدونم مثلا عادی که محکوم به مرگن. من میدونم خود شما رو در چنین موقعیتی قرار داده بودن که همراه بودید با زندانیانی که فکر میکنم محکوم به اعدام بودن. خب زندانی که به جرمهای عادی محکوم به اعدامه، منتظر نوبت مرگش هستش، چه چیزی رو داره از دست بده که اگر
بهش مثلا میگم بگن که حالا اگر منصور حسانلو رو اذیت کنی، اگر افشین حسانلو رو اذیت بکنی، شاید یه تخفیفی مثلا دیده بشه. چه ابایی داره این که بخواد جان شما رو در زندان بگیره و بعدم بذارم به حساب این که بین زندانی ها دعوا شد، یا این که نمیدونم فشار بهش اومد، سکته قلبی کرد، درست همون داستانی که در مورد ستار بهشتی هم گفتن و بعد دیدید که در مورد افشین حسانلو هم تکرار کردن. و بنابراین در نظامی قرار داریم که به نظر میرسه که یک سیستم جدید اعدام خاموش رو به دست آورده و داره حداکثر استفاده رو ازش میکنه. نظر شما در این مورد چیست جناب حسانلو عزیز؟ به هر حال نتیجه این است که شما میگید، چون من الان اگر به عنوان یک شخصی که بالاخره هزاران نفر آدم صدای من رو میشنون، تصویر من رو میبینن، مدعی این قضیه بخوام بشم، خب باید سند مدرک قانونی داشته باشم بتونم در این دادگاه اینو به اثبات برسونم. خب برای بعضی که من قرار دارم چنین اسنادی رو ندارم، اما وضعیتی که پیش میره، افرادی که اینطور از دست میرن، انسانهایی که بدون توجه به موقعیتی که دارن به لحاظ وضعیت مثلا سلامتی جسمی، بله، در شرایطی قرارشون میدن که اون شرایط شرایط انسانی نیست. ببینید من سعی کردم تو بعضی از مصاحبه‌ام اینا رو بگم و هر وقت فرصت کنم سعی میکنم اینا رو اینقدر تکرار کنم که به گوش همه مردم ایران و همه نهادهای مدافع حقوق بشر برسه. بله. سال 12 زندان رجایی شهر که الان بچهای سیاسی و مبارز و اینا توی این سالن به شکل خیلی وحشتناک و بسته نگهداری میشن، حبس شدن اونجا، یک سالن نیست، من به جرات میتونم بگم فوق امنیتی. بله. یعنی سالن کاملا بسته است، ساعات ملاقات بسیار محدود و کمه، تلفنی و کابینی، بعد سه تا گوشی بیشتر در اختیار خانواده ها قرار نمیدن، این گوشی ها بعضیش خرابه، خش و خش میکنه، چون انقدر تو شنود و فلان و اینا میذارن که خانواده ها حتی نمیتونن با همدیگه راحت سلام علیک بکنن. بله. بعد از سه تا تلفن دوتاش دوباره خرابه، یکیش نیمه خرابه، تو اون 20 دقیقه هم شاید 5 دقیقه حرف مفید زندانی با خانوادش که اومدن ملاقات، حالا راه دور، کرای ماشین، فشارهای قبل از ملاقات، زن و بچه خود من موقع می اومدن، مادر من، خواهر من، دیگران برای ملاقات چه اذیتایی که نمی شدن، رفتارهای غلطی که گاهی بعضی از نگهبانا، همه نه، چون آدمایی بودن که رفتار خوبی داشتن، کسایی بودن حتی در بین زندانبان ها که به زندانی ها کمک هم می کردن. بله. ولی در کل چون خود سیستم این وضعیت رو ایجاد میکنه، کل قضیه هم به این طرف میره. یعنی این سالن 12 زندان رجایی شهر الان تبدیل شده به مرکز پخش پارازیت هایی که هم برای قلب، هم برای اعصاب، هم برای مغز، برای تمام سلولای بدن خطرناکه. بله. از چهار طرف چهار تا دستگاه پخش پارازیت و دو تا هواخوری که دو طرف این سالن است، یعنی هواخوری سالن 4 این طرف، هواخوری سالن 6 اون طرف که این سالن 12 وسط قبلا به عنوان بند جوانان بود. بله. این پارازیت ها رو گذاشتن که اگر احیانا مثلا یه موبایل یه چیزی به دست زندانی ها رسیده که بتونن داخل زندان با خانوادهشون یا به یه جایی یه خبری یه مشکلی رو از داخل زندان وضع خودشون بدن، کور کنن اونو. ولی این پارازیت ها تمام بیماری ها رو داره. یعنی موقعی که من خودم اونجا بودم بعد سرگیجه میگرفتیم، گلدرد میگرفتیم، من خب دوچار حمله قلبی شدم. عیسی سرخیز چه مریضی های عجیب غریبی دوچار شده بود، خود رسول بوداغی سرگیجه گرفت از بالای تخت میافتاد پایین نبود راه بره، اینا هنوز تو زندان رسول از نماینده معلمین اونجا. بله. بعد من اسم هر کدوم از بچه که یادم بیاد وظیفه هم اینجا بگم که فراموش نشن توی زندان ها سیاچال ها. این مثلا یه قسمت در تو پارازیت ها، اون در تو با هواخوری که فقط از ساعت 12 تا 1 ظهر، یعنی درست موقع پخش غذا، بعدم تو این گرمای تابستون آخه 12 تا 1 کی میتونه بره هواخوری؟ یک ساعت فقط 60 70 تا آدم. نه. بعد سالن با هیچ جای دیگه ارتباط نداره، با هیچ زندانی دیگه، فروشگاهی که اونجا هست چون غذای زندان که اصلا تأمین کالری ها رو اون موقعی که من بودم نمیکرد، مجبوریم خرید از زندان کنیم. نه. یعنی هر خانواده زندانی حداقل ماهی 300 400 هزار تومان برای یه دونه زندانیش بایستی پول بتونه بهش بده که بتونه یه کمی میوه یا اگه بشه دیگه دو ماه سه ماه یه دفعه یه دونه مرغ یه ذره گوشت گیرش بیاد،
که خودش اگه بتونه تو اون آتش خونه که اونم با چه دردسرایی ما تونستیم از مسئولین زندان مثلا بگیریم یه غذای درست کنه، یه ذره توش گوشت مثلا باشه، خودش تازه با پول خودش، چون گرون هم شده بسیاری از مواد غذایی که قبلا به زندانیا میدادن الان نمیدن. بله. بسیاری از داروها و مواد دارویی و معاینات و آزمایشات رو که قبلا تو بهداری میکردن الان نمیکنن، چون میگن هزینهش بالا رفته. یه بخشی از لوازم رو اصلا وارد بهداری زندان نمیکنن، چون میگن تحریم از خارج نمیاد، ما هم نداریم. دلی. بعد زندانی هم که میخواد بره بیرون از زندان مداوا بکنه، مثلا عیسی سرخیز تا اونجا که یه بار دوباره ملاقاتش رفتم 3 میلیون خورده‌ای فقط واسه یه ماه تو بیمارستان قلب تهران پول داده بود. بله. آخه کجا میتونه بیاره؟ یه ماه شده ماه دو ماه بعد زندانی از کجا بیاره خانواده‌اش؟ خب جناب استانلو ببینید ما الان بذار بگم بعد بله. خنده‌دار و مهم مردم بدونن. بله. من زندانی رو میبرن توی بیمارستان، 3 تا نگهبان هم همراه من هر روز میفرستن اونجا، میگن خرج قضا و نگهداری این 3 تا نگهبان توی بیمارستان هم که ما فرستادیم به زور که اینجا مواظب تو باشن تو باید بدی. ببین اصلا یه جای کره زمین هم چی بازرگانی نیست. من فرصت هایی باشد این داستان های اجحاف به حقوق زندانیان اونا که یادم بیاد بنویسم گذاشم گاهی به شما فرهنگ برامتون بده بگم، یعنی انقدر وحشتناکه خنده آور میشه، یعنی از در کارم از گریه گذشته به آن میخندم شده. بله. بهشون خندت یه پول نگهبانم تو باید بدی، چون اونا نگهبان با تو بزن بیمارستان قضاشم باید بدی، هزینهشم من نمیدونم والا. این از سالون 12 است که این مرگ ها رو میاره، یه لیست میشه در بیاریم تو این 2 سال شما ببینید چند نفر زندانی تو سالون 12 کشته شدن. این خب کشته شدن محسن دگمه چی هم یکیش سرطان داشته ایگونگی همین رو میخوام نمونه که سرطان نابود کرد محسنو. بله جناب سالو همین رو میخوام عرض بکنم. ببینید یه موقع هستش که به معنی واقعی کلمه در شرایط عادی یه پدیده غیر عادی اتفاق میفته، اسمشو میذارن تصادف، نمیدونم سر زندانی خورده به اینجا یا یه اتفاقی افتاده باعث بیماری شده، باعث سکته شده و غیر ذالک. ولی این شرایطی که دارید شما توصیف میکنید مشخص میکنه که شرایط فکر شده است، شرایط برنامه ریزی شده است، شرایطی که براش نشستن یه دهی طرح و نقشه ریختن که آقا چجوری ما میتونیم این زندانی جماعت رو نابود بکنیم. ببینید اینا دارن در برخی از مناطق تهران بچه ها تونستن با دستگاه هایی که بوده میزان پارازیتی رو که دارن میندازن بر سر مردم تهران اندازه گیری بکنن، معادل 100 برابر حد استاندارد بوده. دقت بکنید 100 برابر، یعنی 1000% بیشتر از اون چیزی که بدن انسان به طور طبیعی میتونه تحمل بکنه دارن میندازن بر روی به اصطلاح مناطق اصلی تهران، یعنی به استثنای اون منطقه شمال که خودشون دارن زندگی میکنن. این آنتن ها اتفاقا بر مرز اون سوار شده از طریق برج های مثل برج میلاد و غیر و ذالک و اینو دارن میفرستن بر روی سر مردم تهران. تصور بکنید عده‌ای از پزشکان که کاملا اطلاع دارن که یه چنین بلایی داره بر سر مردم میاد، به جای اینکه وجدان حرفه‌ای خودشون رو به کار بگیرن و اطلاع رسانی بکنن، تنها چیزی که به عقلشون رسیده اینه که اومدن و رفتن بیرون از تهران در منطقه‌ای که الان اسمش به خاطرم نیست ولی در یکی از برنامه‌ها حتی اسمش لواسان، لواسان زنده باد، زنده باد در لواسان، اونجا اومدن برای خودشون شهرک درست کردن با بهترین امکانات و غیر و ذالک و اینا، با ماشینای آنچنانی روزا میان از مردم بدبخت سرطان زده یه پول حسابی در میارن و بر میگردن در اون شهرکشون با تمام امکانات دارن زندگی میکنن. من منظورم اینه جناب استانلو، زمانی که یک حکومتی با مردم عادی که مثلا زندانی نیستن دیگه، البته همه ما میدونیم که ایران زندان بزرگ هستش، ولی داره با مردم عادی اینگونه رفتار میکنه که 100 بار بیشتر از حد قابل تحمل برای بدن انسان پارازیت و امواج الکترونیکی داره براشون میفرسته، شما فکر میکنید واقعا در یه زندانی با اون محیط بسته و برای مواردی که گفتید، یعنی موارد امنیتی، مسائل و موردهای امنیتی، نمیاد مثلا اینو بکنه 300 برابر، نمیکنه 400 برابر به نحوی که خود شما اینو دارید تجربهشو کردید؟ و یه موردی که ما الان میتونیم به عنوان نمونه در نظر بگیریم، ببینید این برنامه زنده است دیگه، میتونیم مثلا چند روز دیگر و چند هفته دیگر رو در نظر بگیریم، مورد آقای رضا شهابی، یکی دیگر از کارگران به اصطلاح فکر کنم همکار شما بودن، از بچه های شرکت واحد هستن، از بچه های فعال سندیکایی هستن،
خب ببینید الان ماهاست که داره خبر میرسه در مورد اینکه وضعیت جسمانی ایشون داره میره رو به وخامت، به نحوی که آخرین گزارش ها داره میگه که وی از سمت چپ بدنش تقریبا دچار فلج شده، یعنی نمیتونه نیمی از بدنش رو به اصطلاح تکون بده و مشکل نخاع داره، مشکل عصبی داره در ستون فقرات کمرش که باید مورد جراحی قرار بگیره. دکتر حتی قبول کرده و به اصطلاح هشدار داده در این زمینه و گفته که باید هرچه سریعتر منتقل بشه به بیمارستان که عمل بشه. خب حالا شما در نظر بگیرید آقای رضا شهابی رو اعدام نمی‌کنن، ولی نگرش می‌دارن در اون سلول در حالی که میدونن که این سیستم عصبیش داره همینجور میره رو به فلج شدن. پس فردا اعلام میشه که رضا شهابی فلج شد، یه ماه بعدش خبر میرسه که به دلیل فلج و عدم تحرک زخم تخت یا زخم کمر گرفته و بعد اونم میزنه به سیستم عصبیشو میکشه، بعد اعلام میکنن که به خاطر بیماری درگذشتش. من قبول دارم جناب حسینلو عزیز که نیاز به اسناد و مدارک و غیر و ذالک هستش برای این، ولی وقتی این داده ها رو کنار هم میذاریم بر اساس همون خرد معمولی یک شهروند عادی هم میتونیم متوجه بشیم که روند روند حذف مخالفین و مزاحمین در زندان ها هستش. بله اتفاقا من فکر کردم فرصت برنامه رو به اتمام گزارش سالون 12 رو دارم، میخواستم از 350 همینو بگم که بحث رضا شهابی اینا پیش اومد. الان رضا شهابی به همراه 5 نفر دیگه از دوستان زندانی ما در بند 350 در اعتصاب قضا هستن. این اعتصاب قضا از 2 روز پیش با امروز فکر کنم بشه 3 روز پیش شروع شده، به دلیل اینکه مسئولین بند 350 و زندان اوین آقای سعید متینپور رو انتقال دادن به بند 240 انفرادی های اوین. بند 240 یکی از اون بندهای مخوف انفرادی است که از 209 هم شاید بدتره. جز بندهایی است که توی دهه 60 240 و 241 توی آموزشگاه و بندهای 7 و 8 به اصطلاح حالا میگن هسته، یعنی تو اون منطقه زندان اوین واقع شده. بچه که زندان اوین بودن اینجا که من میگم متوجه میشن کاملا دلید. و انفرادی های خیلی بدی داره که تارنکبود یه مدتی بسته بود، مثلا در دهه بعد از اعدام های دهه 60 از وسط دهه 70 تا 82 اصلاحات مثلا اونجا زندانی نبود، که زندانی های سندیکای کارگران شرکت واحد و دوباره اونجا که بردن افتتاح شد دلید. این آقای سعید متین‌پور رو به اون بند انتقال دادن. دلیلش هم این بوده که حالا من اصلا نمیدونم از چه اعتراضی ایشون کرده، نه من این خبر مستقیم از داخل خود زندان دوستان دادن که این آقای شهابی با همون وضع بیماریش و مشکلاتی که داشته به اتفاق 5 نفر دیگر از دوستان برای اینکه سعید متین‌پور رو برگردونن به 350 از انفرادی دست به اعتصاب قضا زدن با همون بیماری سختی که داشتن. درست. و بعد هم به بازرسی زندان حمله کرده به بند 350 به بدترین شرایط شخم زده اونجا رو اصلا لوازم و زندگی و ابزارای اینا رو برده، امپیتری داشتن بچه ها، یادداشت داشتن، خودکار، کاغذ، کتاب اینا رو بردن، تمام بساط زندگی اونا به هم ریخته. خود من اون تو بودم، هر وقت میگفتن بازرسی داریم زندانیا عصبی هستن بودن، چون میدونستن به یه بدبختی حالا یه گله جا رو درست کرده چهار تا وسیلهشو بچینه با هم همون هم میان برام تخت و زیر تخت و دوشا همه میریختن به هم نابودت میکردن میرفتن. بله. و این اتفاق الان افتاده تو بند 350 همین دیروز در ادامه اون اعتراض دوستان و همون دوستانی هم که نامه امضا کرده بودن از زندان اوین در رابطه با مرگ افشین و محکوم کرده بودن و به نوعی زندان و مسئولین حکومت رو مسئول این مرگ دونسته بودن، چون زندانی طبق قانون به هر حال جانش در اختیار زندانبان است و مسئول سلامتی او و هر اتفاقی برای او بیفته زندانبان و به نوعی کل حکومت هست. و این شاید یه نوع تنبیه هم باشه برای زندانی هایی که این شجاعت ها رو میکنن و از یک زندانی دیگه یا یک همبند خودشون دفاع میکنن که اینطور مورد خشونت واقع میشن. درست. از جمله باز آزارها من بتونم بگم نسبت به بهنام هستش، بهنام ابراهیم زاده که یکی از زندانیایی است که پسرش نیما مشهور شده تقریبا به خاطر بلاهایی که میکشه، سرطان داره این بچه، به بیمارستان محک بردن بارها، بایستی شیمی درمانی باشه. بهنامو جدیدن دوباره مرخصی دادن اومده بیرون که پیش بچهش باشه موقع میبرنش بیمارستان برای مداوا. خب خیلی علاز روحی پزشکا گفتن مهمه این پدر در کنار پسرش باشه، ولی خود بهنام صحبت میکرد میگفت چه بلاهایی که سرش نمیارن. همین آخرین باری که به زندان برش گردوندن به جایی که مستقیم ببرنش 350 آقای خدابخشی
که الان در دادستانی انقلاب شده جزو جایگزین‌های امثال صلواتی، ایشونو توسط مامورین کلانتری 113 بازار فرستاده، به جای اینکه ببرنش اوین از دادستانی، ایشونو بردن بازداشتگاه بازار. بله، دادسرای که تو بازار، تو زیر زمین اونجا که از انفرادی کثیف‌ترین جاست، انفرادش من دیدم اونجا رو. بله. زیر راپلا تو زیر زمین وسط تهران، بابای همایون و توپخونه اونجا. بله. پایینش که همون ساختمون اصلی دادگستری از نزدیک میدونه عد. بله. بعد تا شب اینا تو اون بازداشتگاه چه آزارها و اذیت‌ها و تهمت‌ها و فحاشی‌های مثل زندانی عادی که میگیرن میارن توی بازداشتگاه موقت، تا خیلی چه وحشتناکیه. زندان شما میرید یه سر و سامونی داره، جا تخت اینا معلوم میشه، ولی بازداشتگاه موقت وحشتناک، مدفوع، ادرار، آدمایی که اصلا نمیدونی قبلا چه مریضی چه روی موکتی که 10 سال شسته نشده. ناله. کتک، فحاشی، بعد زندانیایی که میارن اونجا معلوم نیست اصلا طرف چه ایدز داره، چه مریضیایی داره، تو باید با اون همونجا کنار اون توی جای بسته 20 نفر آدم باشین میله. بعد حالا تازه شب از اونجا به نامو گفتن حالا ببرینش 350، نه این مال اینجا نیست، این شما بره اوین. موقع ایشون هر وقت میبرن اونجا جلوی در ورودی که مثلا قرنطینه میخوان ببرن، لخت مادرزاد به نامو میکنن. این بزرگترین توهین به انسان. مزرد خودش میگم همه لباسات لباس زیر منو به زور از تن من در میاد، از میگم من سیاسی ام. بله. من که مخدر با خودم جایی نمیبرم. بله، فراموش نکنیم جناب صندوق، فراموش نکنیم که زندانیانی که گیر این آدما میافتن در واقع گیر یه مش آدم بیمار میافتن، اینو فراموش نکنید. یعنی این آدمای سالمی نیستن. زندانبانی که خشم و کینه و نفرت داره ممکن استش که اذیت و آزار بکنه، ولی دست به یه سری کارها نمیزنه. شما اگر نبود هیچ گونه مرز اخلاقی رو میبینید، به خاطر اینکه اینا گیر یه مش آدمای واقعا میشه گفت روانی، آدمهای بیمار از لحاظ روحی میفتن و بلاهایی که نمونهش رو آوردید نصیبشون میشه. جناب صندوق عزیز، اجازه بدید که یک تنفس کوتاهی داشته باشیم، چند پیام بازرگانی رو ببینیم، برگردیم و بخش دوم گفتگومون رو آغاز بکنیم. بینندگان گرامی با ما باشید.